سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه کارون خونه خودشون جریان داره سلام فرزادم از ونکوور داونتاون ونکوور جریان داره سلام فرادم که تو هوم است سلام آقا اینقدر اینو اذیت نکن خیلی طرفدار داری با این که اذیت خیلی میدونی دیروز به من داشتن میگفتن فرهاد نمیاد موضوعات اصلا فان نیست بگید بیاد حتی حتی حت حت فرادم طرفدار داره دیگه اصلا کاراکتر گوگلی داری چه خبر همه خوبی ردیفین آره دیگه مدت نیده بودیم همه <تصفح> <تصفح> چه مدت نیدیم هم دیگه رو <تصفح> <تصفح> آها اوکی... آه از اون نظر داری میگی واسه من اینجا کنسه کن خیلی اه... این اپیزود اپیزود 217 ماست و ما دوباره برگشتیم اپیزود قبلی که یه ساعت و ده دقیقه شد امیدوارم که از اون فرمت اپیزود خوشتون اومده باشه دیگه خیلی دیگه خودمون رو بل کردیم امیدوارم که این اپیزود هم بچه همکاری بکنن و همین روند رو پیش بدیم ما الان یه مدت خیلی زیادیه افقیم ده اپیزودی است که اینطوری شروع میکنیم که این مدت که همش تو خونه هستیم فلان او و من نمیخوام اینو از بین ببرم این مدت که تو خونه هستیم به قول کارون داریم دست به هر کاری میزنیم که از زوال عقل یا از حسر سر رفتن جلوگیری بکنیم حالا برای من چیه؟ برای من اینه که من میفتم حالا پای یوتیوب اولش مثلا از گیمپلی مثلا کال آف دیوتی شروع میکنم به دیدن و مثلا ختم میشه به اینکه آدمایی که آخر سر مثلا میخواستن بمیرن توی اون تخت خواب مثلا به اطرافیانشون چی گفتن نمیدونم چی جوری هی. مثلا این دوتا به هم دیگه رب پیدا میکنه ولی مثلا بعد سه ساعت میتونی برسی به این چیزا آقا دو دوتا داکیومنتری ایلین میبینی شما یه نفر رقصیده یه نفر سربازی که از مثلا منطقه جنگی برگشته پیش سگش بعد میرسی مثلا به همچین چیزایی بعد برای من خیلی جالب بود که چند روز پیش داشتم یه همچین ویدیویی نگاه کردم که تحقیق انجام دادن در دانشگاه کورنل توسط آقای توماس گیلویچ که به طور ساده اگه بخوام بگم آدمایی که دیگه روزای آخر زندگیشونه چی میخوای بگی؟ بگو حرفتو بزن نه 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 بگو نه یه اپیزودی که با حسین رفته بودیم افتادم. ام اپیزود هوش مصنوعی بود فکر کنم آره با حسین رفته بودیم آره آقای کانت بله آقای کانت میگه آخر میان با کسایی که روزهای آخر زندگیشونه صحبت میکنم و فهمیدن که اکثر آدما متاسفن از کارهایی که انجام ندادن نسبت به کارهایی که انجام دادن توی زندگیشون و اینکه 76 درصد آدما وقتی به اون روزهای آخر میرسن افسوس کل حالا افسوس اون افسوسی که تو کل زندگیشون خوردن این بوده ای که زندگی رو برای کسای دیگه انجام دادن تا برای خودشون حالا خیلی مرتبط شاید به اپیزود قبلی کارون ولی برای من جالب بود که مثلا 76 درصد آدما به این فکر میکنن که ما زندگی رو مثلا برای خانواده اون انجام دادیم یا برای مثلا اجتماع انجام دادیم یا برای اطرافیانمون یا برای طرز فکر اونها انجام دادیم تو دقیقا برای چیزی که خودمون دوست داشتیم و قاعدتا هم بعد از اینکه این ویدیو دیدم رفتم یه تتاک سرچ کردم ببینم که آیا تتاکی وجود داره یا نه که دیدم که آره همچین تدتاکی هم وجود داره یه, نفر است به نام آقای بن نمتن بی ان ان ای ام تی که همین گوشه کناره شهر خودمون زندگی میکنه توی شهر ویکتوریا در دانشگاه ویکتوریا هم درسشو خونده و یه تتاک داره به نام باکت لیست آه ببخشید یه تتاک داره به نام six steps to crossing off your bucket list یا حالا فارسیش میشه شیش گام برای خط زدن لیست آرزوهاتون این باکت لیست رو میخوایی توضیح آره آره هم دقیقا همین رو بگم در جامعه غربی کانسپتی وجود داره به نام باکت لیست که باکت به معنای سطله و لیست هم که همون لیست خودمونه که کانسپت به کارهایی که مردم دوست دارن قبل از مرگشون انجام بدن اشاره میکنه که من حالا یه سوالم توی اینستاگرام پرسیدم از شنونده ها پرسیدم که شما دوست دارید چی کار بکنین قبل از مرگتون که یه چند بخونم کی پرسید؟ صبح دیشب یعنی دی یه چهار پنج ساعت پیش آها پرسیدم که چه کارهایی دوست دارید توی زندگیتون قبل از مرگتون انجام بدید مگنولیا نوشته بانجی جامپینگ یکی دیگر دوستان نوشته بود رئیس جمهور ایران دوست دارم بشن پریزان نوشته بودش که شفقهای قطبی رو ببینن که چند نفر دیگه هم به این اشاره کرده بودن پویا گفته بودش که فینال چمپینز لیگ رو توی برنابه بوم دوست داره ببینه سبا گفته بودش که جهانگردی و عکاسی دوست داره انجام بده و آتی گفته بودش که اسکای دایوینگ دوست داره انجام بده این هم یه سری از در تعداد زیادی آدم اینو گفته بودن تا اینجا پیش رفت که یه خانومی گفتن که دوست دارن استادشون رو با ماشین زیرو کنن که <laughs> <ا advis language> <laughs> زیر قبل از اینکه عمرشون تمام بشه این خیلی میتونه به تمام شدن عمرتون کمک بکنه اگر این کار انجام بدید و به نظر من, من این کار نکنید حالا شما تا حال به این موضوع فکر کردین که توی لیست خودتون چیا دارید اصلا لیستی دارید برای خودتون توی زندگیتون باکت لیستی وجود داری یا نه میخوان من اول مال خودم رو بگم شما یه ذره وارما بشین من اگه بخوام کارهایی که خودم دوست دارم انجام بدم تقریبا دو دستن کارهایی که دوست دارم ولی هیچ وقت نمیتونم انجامشون بدم مثلا همیشه من دوست داشتم که با پدر بزرگم یه اپیزود ضبط کنم که دیگه خب متاسفانه دیر شده هیچ وقت این اتفاق نیفتاد و این همیشه یکی جز از اون حسرت هاست. ولی خب کارایی هم و احساس میکنم تا الان هم خوب مدیریت کردم این مثلا کارایی کارایی که اکثر آدم ها اینجا گفته بودن مثلا بانجی جامپینگ و اسکای دایوینگ و ماراتون جزه خیلی از اون باکت لیست هاست که خیلی ها دوست انجام بدن حالا این کارها رو انجام دادم و حالا چیزایی که الان توی اولویت زندگی من هستن همیشه من دوست داشتم مثلا از فکر کنم 2010 بعد پادکست رو داشتم یه دنه گیمینگ چنل داشته باشم تو یوتیوب که الان خدا رو شکر اینو مثلا چند روزی استارتش رو زدم و شروع کردم حالا آپلود کردن این وارزون هایی که با بچه بازی میکنیم میذارم اونجا میشه اسمش هم بگی حالا از IDK Gaming حالا تو یوتیوب میشه, میشه من اینجا یه پرانتز باز کنم خواهش میکنم ای ایمان که میگه بارزونا که با بچا بازی میکنیم اونا که با ما بازی میکنه هیچ وقت آپلود نمیکنه یه اکیپ دوست بهتر داره <تصفح> آخه ببین باید, باید یه اتفاق جذابی بیفته من اونایی که با شما بازی میکنیم شما فقط داری دیواره رو رنگ میکنی اصلا موضوع بازی رو کاملا اون... گذاشتی کنار میان فقط نه... گرافیتی میکشه میره از این کارش کار دیگه است میخوام یه اثر یه نقمه خوبی از خودم به جا بذاریم توی <تصفح> بازی ولی خب حالا به غیر از اون مثلا این گیمینگ چنل دارم که حالا شروع کردم انجام دادن همیشه دوست دارم که توی همیشه دوست داشتم که توی ایران در مورد ایران و مردمش یه مستند بسازم اینی که از اون حالا باکت لیست منه دوست دارم قطب رو ببینم قطب شمال یا قطب جنوب هر کدوم چه خبر این همه باکت لیست پره آره بابا و دوست دارم توی برنینگ من هم یک بار شرکت کنم امسال okay. کنسل شد امسال کنسل شد احتمالا سال دیگه هم اگه کنسل نمیشد همه میگرفتن کیا میگرفتن آها کرونا میگرفتن اونجا تمیزه آخه مگه اون رفیقمون نبود که اون تا عاشق خندش بودم گفت بله بله گفتش که ما چیکار کنیم ما یه سیگاری بار کنم و برم کنیم برم معتاده نمیگیرن معتاده نمیگیرن نه همه رو گرفتم بردن تست کردن هیچ کدوم نداشتن آقا نمیدونم شما تو این چند وقت از این محله بی خانمان های ونکوور رد شدید یا نه نه چند بار رد شدم ببین با یه ازدهام عجیبی یعنی نفر پر متر مربعشون اینا انقدر زیاده که باورتون نمیشه و اینا همش بیرون هم بازارهای خرید فروش خودشونو دارن و اینا من فکر میگم اگه واقعا یا حرف این دوستمون درسته که معتادا نمیگیرن <تصفح> 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 یا اگه غلط باشه یه دونه از اینا اگه بگیره ویروس رو میره میده به کل کره حالا یه, یه دیگه هم بود که من جا گذاشتم خیلی هم دوست دارم با چند نفر تو ایران مسابقه کنم آقای مهران مدیری مهراد هیدن و مهران منیتورابی همه اینا یه مهی اولی <تصفح> آره اینا مهران و این این خیلی دوستم بدونم با خسرو شکیبایی کار کردن چطور بوده و اینا خانه سبز بود دیگه که آره کردن همیشه تو ذهنم بوده که با یه نفر که خیلی زیاد باشون کار کرده صحبت بکنم ولی خب هنوز نشده خلاصه اگر کسی از شنونده ها میتونه هر کدوم از این سه نفر رو بیار خود من خیلی خوشحال میشم مهران مدیر... می مدیری میخوای صحبت آره مهران مدیری مهراد هیدن و مهران مینتورابی بله این این لسه... داره کیسه خب شما ها سکوت میکنین تمام کنین بحث دیگه ها داری چیزی من اصلا من دارم فکر برم این اینجوری نیست اصلا, اصلا. مهم نیست این باکت منه حالا باکت لیست هر کسی برم کارم آره آره برو برو فقط بگم علایدین نیست اینجا آره این آره خب من این دو سه روز حسابی گذاشته بودم پشت این مستند چیز. مستند چیز تایگر کینگ <applause> بعد خب یه مستندی که الان خیلی تو کل دنیا معروفه و خیلی همه <applause> دم 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 صحبت همه صحبت میکنن آره همه صحبت اینا بعد این خب تو این مستند خیلی حیوان زیاد میبینین های وحشی زیاد میبینین و اینا اسم خود شخص اول این مستندم جو اگزاتیک هست بله آقا جو جو آره <applause> یه استایل کاراکتر خیلی خاصی داره ایشون شیفتش میشی بعد خب حالا چیزی که برای من خیلی جالب بود یا حالا باز باعث شد به باکت لیست هم اضافه بشه آره همیشه بوده ولی خب حالا اپیزود ما مطرح کرد یه که من خیلی دوست دارم یه مدت خاصی و مثلا نمیدونم بین سه تا شیش ماه حداقل توی طبیعت با حیوان های مختلف تایم بگذارنم یعنی به دور از همه, همه مثلا دور و هیاهوی شهر و اینا با هر چی حیوان که امکانش هست باشم و لابلا حیوان ها بخوابم برم بیام اینا چون اصلا عشق خاصی هست ولی خب امکانش نبوده هیچ وقت گفتم قرانتینه بیایید همه تو یه خونه جمع <تصفح> یه بخشی از آرزوات برآورده می شد <تصفح> من این... اه... یه لحظه من فقط دارم چیز میکنم دارم مشکلی هست نه نه برید برید اصلا میخواستم کار انجام بدم دم نمیشه الان بیخیار شد خب نه خواستی آره برکنان ای... حیوان بذاری نه میخواستم عکس آقای اگزاتیک رو نشون بدم ولی خب الان بعد این اپیزود رو قطعش کنیم و اینا که اصلا نمیارزه خب؟ تو بعد بذار تو بعدش بزن. بعد. آره بعد اه... این یکی خیلی دوستم با حیوانات باشم و اینا یکی دیگه اینه که خیلی پو... به تعویق افتاده و به قولی پروکرستینیت کردیم اینا حالا با فرزاد دوست دارم سوارکاری رو به صورت جدی دوباره از سر بگیریم شروع کنیم به صورت حرفه‌ای بریم به هر جایی که امکانش هست برسیم این دو تا چیزیه که حالت حسرت ماننده و ان که بهش برسیم به قول ایمیدیتلی توی باکت لیستت اولشه آره آره بعد با ببر میخوایی سر کله بزنی یا مثلا حیوانش نه خب گفتم والا هر چی شدنی باشه ببر بچه که دیگه نمیتونیم گیر بیاریم که با هم بزرگ بشه ولی خب چرا خب توی قوانین کانادا شما ببر بچه نمیتونی پیدا بکنی یعنی اون بچه اون ببر مطمئنا غیر قانونی تو دست اصلا. توه میزن رو سرت فرض شما چی باکت لیست داری تو زندگیت اصلا ببین داشتن باکت لیست هم اجباری نیست واقعا یعنی اینطوری نیست که اگه نداشته باشی آدم مثلا کم فکری هستی یا ولی میخوام ببینم اصلا تا به حال توی زندگی به همچین چیزی فکر کردین یا نه آره من مثلا یه چیزی که همیشه بهش فکر میکنم دوستان انجام بدم اینه که مثلا توی ستینگ نمیدونم همون جنگلی که حالا فرهاد گفتی نه ولی وحشی بین حیوانات وحشی باشم توی کل به طور و بتونم این چلنج رو داشته باشم که زنده, به زنده بمونم بین مثلا سختی هایی که هست توی جنگل و اینا يه... یه حالت اونطوری همیشه تو ذهنم اونجا یه پرنده میاد میشینه ای در, در خونه فوبیات میزنه بالا میمیری حالا <تصفح> <تصفح> به همه نگید که دار دارو... با کبوتر کار رو در میاره طبیعت آره اینم هست خب من میترسم از کبوتر تو بالکن خونه من زنده نمیمونی کبوتر بیاد آقا من وقتایی که میرفتیم سر کار حالا که نمیریم ولی پیاده رو عوض میکردم به خاطر این کبوتر رو بجد. ولی طبیعت باگ فرزادو سری در می برد شما <applause> <applause> چی آها آه، یه چیز دیگه که خیلی دوست دارم فرزاد دیگه فرزاد, دیگه... فرزاد تمام شدی <applause> تو نه یه دونه دیگه هست بگو 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 اینه که من خیلی دوست دارم شهر بسازم مثلا ایده این که دیگه. مثلا یه شهری بسازی که خیابون داشته باشه یه قسمتش خونه باشه یه سری آدم بیان تو این شهر مثلا اون اون سیستمی که درست کردی رو استفاده کنم، تو خونه هاش برن خرید بکنن اینا و تو هم وقتی که دیگه ساختی ندونی مثلا تو اون خونه ها تو اون ذهن و افراد چی میگذره خیلی برام جالبی که مثلا یه شهر بسازم مثلا یه شهرک خدا میخواد می بشه ایده های خطرناک حالا شهرک هم میشه افکار جاه طلبانه ای داره شما از یه آپارتمان شروع کن <applause> یه رنوویشن انجام بده یه نوسازی انجام بده بعدا میرسیم به شهر خب نه ولی خوبه این حالا میگم که چقدر مهمه که شاید میتونه کمک بکنه که ایده هایی که داریم یا حالا درخواست که داریم اردینری نیستن یه جورایی خیلی عجیبن، خیلی شجاعانن حالا در مورد صحبت میکنیم کارم شما چی؟ من یه چیزی تو ایران که بودم و همیشه دوست داشتم دو تا کار رو انجام بدم یکی این بود که اسکی یاد بگیرم یکی این که از سواری یاد بگیرم باید. اسکی رو که حالا اومدیم اینجا یه شروعی کردیم و بعدم پیش نرفت از سواری مونده که حالا ما از امکانات بچه ها میتونیم استفاده بکنیم و این رو یاد بگیریم من تا قبل مرگم از سواری رو باید یاد بگیرم یه دونه دیگه میدونید من بسیار آدم فیزیکی هستم تا چی؟ تا چی؟ اصلا کلند فیزیک و اینا رو علاقمه و مثلا همیشه این جورم که کاش مثلا من یه یه دیواری ساخته بودم تو زندگیم یه چارت آجر یه مالهی کشیده بودم یه دیوار برده بودم بالا چون همش پشت کامپیوتر و اینا میدونی یه کار یدی خیلی آها حالا اون که نیست اون منظرم داشتم توضیح میدم که چرا فیزیک اینا رقص یکیش یکیش اینه که رقص نه 6 و 8 جوادی اینا یه رقص خیلی چرا فیزیک... میکنی؟ علاقه من خب. نیست آقا. یه رقص خیلی فیزیکالی که خیلی شدت زیادی هم داره و اینم حالا من تو ایران یه استارت کوچیکی زده بودم باورتون شاید نشه ولی ما تو ایران سالسا می رفتیم ما باورم نمیشه, مبارم نمیشه. <applause> آره تو ایران سالسا می رفتیم و اونم خوب پیش می رفت ولی خیلی وقت نشد چون من دیگه داشتم می اومدم از ایران یه چهار پنج جلسه ای رفتیم و اون باحاله اون چون حالت فیزیکال رو داره و خیلی تنده و مثلا وسط این رقصه بیتونی رو بلند کنی اینجوری پرت کنی مثلا چند بار بچرخه بیاد اینا اینا چیزای خیلی جالبی انرژی بخش اصلا عالی زنگارم. این دومیشه دو سومیش هم اینه که یه جایی برم توی یه پیستی یه ماشین مناسبی در اختیار من قرار بگیره من رانندگی که دوست دارم و با ماشین دنده ای انجام بدم بچه بعد چون میدونم من ماشینم دنده من اصلا عاشق ماشین دنده ام اصلا ماشین اتوماتیک نمیرونم چون خوشم نمیاد اون برای من تصمیم بگیره اصلا نمیرونم یه ذره میتونه نه یعنی به من بخوام بخرم من هیچ وقت اتوماتیک نمیخرم چون خوشم هم... اون خوشم نمیاد تصمیم بگیره برای من هر وقت من بخوام دنده عوض میکنم بعد بری تو اون پیسته یه ماشین مناسبی که تون شده باشم در اختیارت باشه دو تا کار رو حتما باید انجام بدم یکی اینکه دنده یک که میذاری رو ور میداری دور موتور میبری باکسوا. بالا اون بوکسواتی که میکنه رو من عاشقم اینو با خودت هم میتونی بکنی کردم ولی خب میترسی لاستیک و اینا چیز چه دیگه آره چند بار خب یکی این دو دور پلیس یکی... دور پلیس <laughs> <laughs> نه مثلا بزر... داری با دنده سه میری خب بعد پا می رو میذاری رو کلاج میکشیری دو گاز که میرین جون که میکنه ماشین بلده بلده. یه سه به دو بکشی اون اصلا یه لذتی داره بعدش هم با یه دستی و اینا کار رو ادامه بده ولی این مدل رانندگی رو من خیلی عاشقم ولی خب تو زندگی شهری اجازه رو به ما نمیدن حالا من خاطر بگم ما قبل از اینکه در کرونا شدت بگیره و اینا ما رفته بودیم با بچه خودکس رفته بودیم یه جایی رو فرزاد گرفته بود رفته بودیم اونجا عکساشو گذاشتیم آره عکساش هم گذاشتیم بعد من با میرفتم این کارو بانکی انجام میدادم فرهادم با من قرار شد بیاد ما ماشین من چون ماشن... با ماشین کارون رفته بودیم ماشین کارون رو گرفتم بعد ما قبلش من فرهاد خب تو اینستاگرام برای هم دیگه ویدیوهای مختلف میفرستیم از ماشینا و فلان و اینا یه دونش بود که یه نفر داشت آموزش میداد دور پلیسی بزنی <اشكار> <التصفيق> و نیاز ماشین دنده داره منو فرهاد تو کل مسیر داشتیم خودمون رو قانع میکردیم که با ماشین کارون یه دور پلیسی و اونجا جاش بود یعنی جاش بود آره جا بود مکان بود هم مثلا ماشینش بود چیزش هم بود اخلاق خودمون هم خوب بود میخواستی امتحان کنیم ولی دیگه دیدیم درست نیست اگه من خودم ماشین بدم به یه نفر دوست ندارم باش بره دور پلیسی بزنه برای همین با ماشین کارون دور پلیسی رو نزدیم واسه خودت تون... ولی از دستتون رو اولی آره اون رانندگی که افسار گسیخته باشه و توش بتونی درشتی بکنی رو من خیلی مایلم ده... آلمان, آلمان. اونم باز نمیشه اون فهمیدی تون بری تون رفتن همینجوری حال نمیده اون سه به دو که میکشی یعنی رو دو تا اگه بوکس بات کنی راننده ای من آه. آه بچه تر که بودم حالا الانم که فکر میکنم میتونه یکی از فانتزیام باشه این بود که یه بار منو مثلا همین چیزی کارو میگه بذارن توی پیستی چیزی که اگر مردم هم مثلا گیم ریست بشه برگرده <تصف> اول یه دو سه بار مثلا من کارهایی که دوست دارم با این ماشینا انجام بدم و ریست کنم برگردم سر اون, اون که خب، دیگه با تو باکل سر پسر اه. خب کارو این نویدو بهت بید بدم که من تو این دو تا آیتمی که باقی مونده میتونم امیار رو باشم با رقص و نه ببخشید سوارکاری و ماشین من چرا اینجوری بچرخونم بندازم میخواستم بگم بعد چیز بعد قرنطینه <تصویق> یه جوری بیام برخصونمت فقط شور شور عرق اصلا اون سالسایی که من با فرهاد برخصم اینجوری اینجوری اینجور بکنیم اینجور اینو به چرا وای <تصویق> 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 آقا بعد <با Renaissance> <تصویق تصویق> آقا میریم پس هم س... سوارکاری رو میریم هم ماشین پیست و اینا این دور هست میدونم آره گرونه دیگه اینجا همه چی گرونه اونش دیگه نگران نباشم <تصفح> بعد برگردیم سر اپیزودمون همه صحبت کردیم همه در مورد خواستهاتون گفتین حالا این همین آقای بن نمتن میگفتن که شش گام هست که باید انجام بدیم برای رسیدن به اون آرزوها یا اینکه اون آرزوها رو از تو لیستمون بتونیم خط بزنیم اولیش میگفتش که اینکه فکر کنیم ببینیم چی برای ما مهمه میگه که این باید چیزی باشه که فقط برای شما اهمیت داره نه برای پدر مادرتون نه برای اطرافیانتون نه برای جامعه و فقط برای شما میگه اگر که این آرزوها رو اگه این آرزوها شما رو میترسونه که خب خوبه و اگر بقیه بهتون میگن خل شدین دیوانه شدین این دیگه از اونم بهتره و میگه که این, خ... این استپ قضیه خیلی مهمه چون که توی این راهی که دارید میرید خیلی پیش میاد که شما به کاری که میخوایم بکنید شک بکنید که با من چرا دارم این کار رو انجام میدم چرا دارم میرم سمت کنم و اگر بدونیم که چرا برای خودمون مهمه میتونیم خیلی راحت تر باش کنار بیایم و میتونیم دل سرد نشیم برای رسیدن به هدفی که داریم توی میگن که دومیش اینه که لیست کارها رو بنویسیم چیه به چی میخوندی؟ یه طوفان عجیبی شده چیست زباله است که از این <تصفح> 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 کنار اینجوری داره میره طوفان نیست ولی؟ نه تو هم طوفان نیست <تصفح> <تصفح> اه دومیش اینه که میگه که لیست کارا رو بنویسیم من که بچه بودم الان خب همینه قضیهش ولی بابای من خیلی اصرار داشت که تو اگر که میخوای چیزی یادت بمونه اگه درسی داری میخونی بنویس و منم انگار که مثلا رسالت هم این بوده که اصلا به حرف گوش ندم و اون کارو نکنم ولی خب الان علم ثابت کرده که 43 وقتی ما ایزیو مینویسیم احتمال انجام دادنش رو 43 درصد میبریم بالاتر یعنی اگر که فقط توی ذهنمون باشه تا اینکه بنویسیمش روی کاغذ احتمال انجام دادنش خیلی متفاوت میشه حالا کسایی که به این لا و اتراکشن و اینجور چیزا و این بورد و اینا اعتقاد دارن ویژن بورد و اینا اعتقاد دارن احتمالا برای همینه که مینویسن ولی خب بگذریم این میگن بنویس تا اتفاق بیفتد و از 43 درصد درست, درست, درست میگن میگم از لحاظ علمی اینطوری حالا توضیح میدم میگن که توی مغز انسان اتفاق جالبی میفته وقتی که تو اون ایده ای که توی ذهنته رو روی کاغذ میاری اون ایده در اون چیزی که توی ذهن تو از یه ایده به یه پروژه تبدیل میشه موقعی که مینویسیش خب و میتونی نسبت به رسیدن راه های رسیدن راه های مختلف رسیدن به اون آخر و اون پروژه ها رو میتونی توی ذهنت انلایز بکنی و میتونی ببینی که چه جوری میتونی به اون برسی وقتی که تو ذهنت فقط یه رویاست ولی موقعی که می نویسیش روی کاغذ از رویا تبدیل به یه پروژه میشه و وقتی که تنجبل میشه وقتی که میتونی به قول معروف لمسش بکنی خیلی راحت تر میتونی به اون در واقع هدفی که داری برسی برای چیزی نگ... گفته از اینکه اون هدف رو به بقیه بگید یا نه آره الان می رسم دقیقا دومیش اینه که لیست خودتون رو در با بقیه صحبت بکنید این میگه بگی آره این میگه همه رو به بقیه بگید میه که شخصا حالا من برای خودم میگم این فکر میکنم که سخت در این مرحله باشه برای من که بخوام لیستم و این افکاری که وجود داره رو با بقیه به اشتراک بذارم و این به خاطر اینکه حالا این اخلاق بدی که من داشتم که همیشه برام مهمی که در مورد من بقیه چجوری فکر میکنن و اگر این لیسته رو من بخوام با بقیه به اشتراک بذارم 100 صد درصد نظرشون نسبت به من عوض میشه حالا به صورت بدتر و برای همین معمولا پیش خودم مخفی نگه می داشتم و در صحبت نمی کردم. ولی اگر در موردش صحبت نکنیم تو این راه هیچکس کس نمیتونه بهمون کمک بکنه یعنی خودمونیم و خودمون باید به اون هدف برسیم خب اینجای داستان گفتش که در مورد یه دختری صحبت کرد به نام توری که بدون دست راست به دنیا اومده بود از در واقع آرنج به پایین دست راستش رو نداشت و همیشه آرزو داشت که از این بایانیک آرما داشته باشه این بایانیک آرما این دستایی که حالا یه جوری به بدن وصل میشن از مغز فرکانس میگیرن و میتونن کارهای مختلف رو انجام بدن حالا خیلی کارهای سخت و پیچیده نیست ولی کارهای روزمره ای که ما هر روز داریم انجام میدیم و اصلا بهش فکر نمی کنیم اون کارها رو میتونن باش انجام بدن و میتونه زندگی یه نفر رو کاملا عوض بکنه این دختره در مورد این موضوع صحبت میکرده برای همین دوست داشت اومدن یه هشتگ درست کرده بودن توی توییتر و اینستاگرام و اینا هند فور, توری و اینطوری بوده که انقدر این جاهای مختلف شنیده میشه که یه شرکت که کارش تولید این دستا بوده و خیلی هم گرون هستن این دستا که بخوان تهیه بکنن میاد به صورت مجانی اینو اسپانسر میکنه و بهش یه دونه از این دستا میده و میگه می که اگر که دوستای این نبودن و در مورد این موضوع صحبت نمیکردن و در واقع این نمیپیچی توی جامعه هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد و میگه که قدرت مثلا چندین نفر آدمم خیلی بیشتره تا قدرت فقط یک نفر بعد چیزی بگم بگو بگو از یه چیزی بگم آره آره من برای این گفتم که گفته که به بقیه بگید یا نه چون من خونده بودم میگفتش که اهدافتون رو خیلی به بقیه نگید میگفتش که وقتی شما اون حرف رو به بقیه میزنید، در واقع احتمال اینکه بری انجامش بدی کمتر میشه انگار مثلا از قداستش کم میشه یا اون حسی که مثلا نسبت به اون انجام دادن اون کار دارید ممکنه عوض بشه میگفت اهدافی که مثلا چی دید رو به بقیه نگید در این یه مقدار چیز دیگه هم قاطیش بود که مثلا ممکنه بقیه حسادت کنن سنگ بندازن یا هر چیزی بله خب میتونه یه حس مسئولیت مثلا ایجاد کنه دیگه تو اینو گفتی بقیه پس منتظرن که تو اینو انجام بدی این آره سباره. ولی خب از اون ورم ممکنه وقتی که شده احتمالاً برای هممون یه چیزی تو ذهنمون مثلا خیلی جالب و جذابه بعد به زبون که میاریم میبینیم آره بر من ایمان شاید زیاد شده مثلا موقع نوشتن اه... پادکستی که می نویسیم اوکی اینجاش ممکنه خیلی جالب باشه ولی وقتی به زبون میاری اینجوری حال هفته پیش من به کارون زنگ زدم مثلا دو ساعت من دو قبل از ضبط گفتم که آره چطوری مثلا اپیزود داری فلان و اینا گفت آره هر چی نوشته بودم پاری کردم ریختم دور دوباره دارم میرسم منم تقریبا هم من گفتم منم هر چی نوشته بودم ریختم دور اصلا به درد نمیخوره بخوام در مورد صحبت بکنم این اتفاق زیاد افتاده موقعی که حالا به زبون میاری متفاوته توی ذهن خودت یه دیو... خیلی نابیه ولی خب وقتی به زبان میاری متفاوته حالا این احتمالاً داشته از یه دیده خیلی مثبتتری به این نگاه میکرده چون که میگه که تو از کمک بقیه میتونی استفاده کنی برای اینکه به اون هدفت برسی حالا اگر که تازه میگفتش که حالا بیشتر در این صحبت میکنی میگه که اگر که اطرافیان نزدیکت مثلا نتونن بهت کمک بکنن کسای دیگه ای که شاید قادر به کمک کردن باشن اگر که ببینن تو واقعا میخوای به یه چیزی برسی شاید بهت کمک بکنن حالا حسادت شاید از اطرافیان نزدیکت بیاد کسایی که میشناسنه ولی کسایی که نمیشناسنت اگر ببینن یه هدف خیلی باحالی داری و میتونن بهت کمک بکنن احتمالا از اون در واقع بهت کمک میکنن که به اون هدفت برسی بعد میگه که قدم چهارمش اینه که پافشاری کنید تو کوتاه نیاد میگه برای رسیدن به آرزوهامون مخصوصا اگر خیلی بزرگ باشن حالا مثل آرزوی فرزاد صد درصد هزار و یک بار مشکل به وجود میاد که ما باید حلشون کنیم و این طرف میگفتش که یه روز یکی از دوستاش به زنگ زده بود و میدونست که این حالا داره روی باکت لیست و اینا کار میکنه گفته بهش که من دوست دارم با اوباما بسکتبال بازی بکنم گفت من برگشتم بهش گفتم تو داری توی لاندری یه نفر دیگه زندگی میکنی بین ماهی دیویست دلار یه توی اتاق لاندری اینا لاندری میشه رخشور رخشو خونه بیز. آره جایی که حالا لباسشوی اینا رو میذارین توی اون اتاق تو یه دونه تخت گذاشتی و دیویست دلار داری ماهی اجاره میدی که فقط اونجا زندگی بکنی و تو چه جوری و اینکه نه توی اون کشور هستی چون تو کانادایی اون رئیس جمهور آمریکاست و تا به حال واشنگتن هم نرفتی چی جوریه که میخوای با اوباما به قول معروف بری بسکتبال بازی بکنی و گفتش که ما دیدم که حالا واقعا اینو دوست داره شروع کردیم کارهای مختلف انجام دادن اولین کاری که کردیم شروع کردیم یه ذره پول جمع کردن بعد رفتیم واشنگتن دی سی و چند بار دیدیم و سه سال بعد میگفتش که یه کمپین اینترنتی هم توی برای خودم رو انداختیم پلین بسکتبال با the president. بسکتبال بازی آه. کردن با رئیس جمهور. و می گفتش که این شروع کرد آدم های مختلف رو جذب کردن میگفت گفت سه سال بعد توی وایت هاوس با اوباما ما بسکتبال بازی کردیم و عکسش رو گذاشت عکسش نشون داد و خیلی هم باحال بود میگفتش که چند نفر توی دنیا هستن که یه همچین آرزویی دارن و برای مثلا به حقیقت رسوندن این آرزو از کانادا یورو بلند شده رفته آمریکا با رئیس جمهور اونا بسکتبال بازی کرده هنوز چیزش هم تمام نکرده دانشگاهش هم تمام نکرده بود یعنی اینطوری هم نبود که به عنوان یه آدم خیلی مثلا شاید با دانش بالا راشو پیدا بکنه توی وایت هاوس فقط با اینکه پافشاری کرد و عقب نشست میگفتش که ما تقریبا با صد نفر از این کانگرسمن ها صحبت کردیم ببینیم کسی میتونه یه همچین چیزی رو برای ما انجام بده یا نه ما میتونیم مثلا از کانکشن اون استفاده بکنیم و دوباره برمیگردم به همون قضیه که میگفتش که شماها بهتری که با بقیه در این مورد صحبت بکنید میگفت من هیچ کدوم از اطرافیانم نمیتونست من رو ببره توی وایت هاوس من با اوباما بسکتبال بازی کنم وقتی که به زبون آوردم از این کانگرس به اون کانگرس من رفت از این با اون یکی صحبت کرد و به هر حال راحلش پیدا شد پنجمیش اینه که شجاع باشید میگفتش که بازم برمیگرده به اون که فرزاد گفت که خیلی چیز عجیب میخوان میگفتش که ما تصمیم گرفتیم که یه دونه کتاب بنویسیم و این کتاب هم بشه نمبر وان نیویورک بست سلر و اون گفتش که با اون کسی که در واقع کرده بودیم که بیاد کتاب ما رو چاپ بکنه وقتی همچین چیزی رو بهش گفتیم گفت به صورت خیلی معدبانه به ما گفتش که درصد این که کسی نیویورک بست بشه که خیلی پایینه درصد اینکه که نمبر وان نیویورک بست بشه از اون پایین و درصد اینکه کسی کتاب اولش یه همچین اتفاقی براش بیفته تقریبا صفره یعنی اصلا شیشکی کشید آره و بشت. گفتش که تازه ما اینو به اون پابلیشره نگفته بودیم که کوآفر من که قرار بوده با هم دیگه در واقع اینو بنویسیم دیسلکسیکه اصلا بلد نیست اسپل بکنه و گرید 11 رو هم سال 11 انگلیشش رو فیل کرده میگفتش که یعنی ما یه ستینگ خوبیه دیگه دقیقا آره برای بستله که... شده همینو می خواهی. دقیقا گفتش که ما از دیگه از این فکر کنم دیس ادوانتج از این اه... کمتر امکانات نداشتیم که بخوایم یه همچین آرزویی داشته باشیم دیگه بدترین نوع ممکن بود ولی میگفتش که خب ما شروع کردیم اه... نوشتن پنج سال طول کشید هر روز و شب رو این وقت گذاشتیم و آخر نیویورک وان بستلر شد نمبر وان نیویورک بستلر شدیم و خیلی هم کپی فروختیم و خیلی هم حالا موفق شد اون کتابه می گفتش که ما از امکانات خیلی صفر شروع کردیم و به اون حالا هدف رسیدیم و میگفتش که آدما حالا فکر کنم من و کارون خیلی بتونیم در این مورد صحبت بکنیم آدما موقعی که میخوان کاری شروع بکنن میگن که ما تا تمام امکاناتو نداشته باشیم شروع نمیکنیم کاریو من کارون حالا در مورد این پادکست هم تقریبا همینطوری بودی حالا من خیلی بیشتر اینطوری بود که ما باید وایسمون عالی باشه باید کیفیت صداها مثلا خیلی عالی باشه بهترین میکروفونا رو داشته باشیم بهترین ریکوردرها رو داشته باشیم ولی خب موقعی که شروع کردیم بچه ها دیدن دیگه تصویرش از تو گلدون شروع کردیم یعنی پایه میکروفون گلدون بود و کتاب جیمت و اینجور چیزا اگه یادتون باشه <تصفيق> <تصفيق> چیزی داری بگی در کار آره امور. اینو منم اون ورش رو مشکل داشتم دیگه من میگفتم مثلا ما بخوایم حالا پادکست داشته باشیم باید حداقل چند تا موضوع باشه که توش خبره باشیم که خب ما نبودیم ولی داستان اینه که آدم کاری رو که شروع میکنه بالاخره شروع به تاریخ سازی میکنه شروع به داستان سازی میکنه و حالا برمیگرده به همون قسمت قبلی تو مسیر هم ممکنه ما دلایلی رو پیدا کنیم در واقع مسیر خودمون رو پیدا کنیم که دلیل بدیم به بقیه که مثلا گوش بدن کما اینکه توی هیچ موضوعی ما خبره نیستیم و نخواهیم بود درسته. این حالا این مثالی که تو گفتی خیلی جالب بودن جفتشون همین که اون که بسکتبال بازی کرد همین که پرفروش در این کتاب شد فقط یه چیزیه که خب من همیشه تو اینجور مواقع میگم ما باید حواستون باشه به تعداد کسایی هم که فیل میکنن صد درصد آره. یعنی این خیلی خوشبینانه است که ما صرفا بریم مثال موفق رو بخونیم بریم کتابهای انسانهای موفق رو بخونیم و فکر کنیم که خب اونا مثلا با این روش تونستن منم با این روش میتونم اگه تقسیم کنیم تعداد کسایی که تونستن به نتونستن رو این عدد به صفر میل میکنه ولی خب شاید نمیدونم کسی شاید براش جذاب نباشه بره بخونه موردهایی موردایی که فیل کردن و ولی اگه کسی بره مثلا یه همچین کتابی رو جمع آوری بکنه که میخواسته کاری رو بکنه و تعداد دفعاتی که فیل کرده رو توش توضیح بده اتفاقا اون هم خودش خیلی داستان قشنگه ولی ما آدما وقتایی که موفق نبودیم رو معمولا شرح نمیدیم حالا چیزی که میگفت میگفتش که ما توی این راهی که میخواستن حالا کارهای مختلف رو انجام بدن میگفت ما نه خیلی شدیم یعنی ما با اکثر آدمایی که میگفت از هزار نفری که صحبت میکردیم 999 نفرشون شما میگفتن نه ولی ما این رو نه رو اینطوری برداشت نمیکردیم که نه میگفت معمولا نه به این معناست که الان نه بعدا شاید بتونین کار رو انجام بدیم و میگفتش که این روحیه ای که حالا ما خودمون چجوری میخوایم با این موضوع کنار بیایم برای خودمون خیلی جذاب بود که آره مثلا این طرف به ما گفته نه ولی خب ما میتونیم از یه راه دیگه بریم انجامش بدیم تا اینکه بی خیالش بشیم مشکل مثلا بذاریمش کلا کنار و در اون خوبه... بگو. بگو. بگو, بگو اون اپیزودی که با مینا رفتیم راجع به هوش مثبت نگر که صحبت میکردی اونجا یه مثال جالبی میزد میگفتش که آدمایی که حالا پی کیو پوزتیو بالایی دارن میگفت هر چالشی که توی زندگی براشون ایجاد میشه اینا اون چالش رو به عنوان یک بازی در نظر میگیرن در واقع اینجوری بگم هر مشکلی که براشون ایجاد میشد اون مشکل رو به شکلی یک چالش و بازی در نظر میگرفتن که باید برن حلش کنن این رو مقایسه کنیم با ذهنیت خیلی وقتای خودمون که یه مشکلی که ایجاد میشه اینجوری که اه بازم مثلا یکی سن، سنگ انداخت رو پای من. بازی اه. مشکلی پیش اومد این چیزی که ایمان میگه شاید خیلی از ماها اگه برمیخوردیم بهش یه نه اولو که بشنویم خب نمیشه دیگه معلوم من منی که مثلا زبان نمیدونم کلاس یازدهم و نتونستم ادبیاتش رو مثلا پاس کنم نمیتونم ولی اون آدما احتمالا خیلی پیکیو بالایی داشتن که هر کدوم از این نهایی که شنیدن رو در واقع به چشم اون چالش بهش نگاه کردن که خب ما باید یه کاری کنیم موفق بیرون بیایم از این چالش حالا من بگم این روزا معنای چالش خیلی متفاوت شده با چیزایی که ما داریم توی اینستاگرام میبینیم چالش معناش واقعا این چیزی که الان کارون گفت نه اینکه تخم مرغ کنیم با اعضای اعضای بدن یا این کار دیگه انجام بدیم چالش رو لطفا چیزیشو از بین نبریم اون که آره حرمتی که داره از بین نبریم یه ز جالب دیگه که میگفت میگفت بیایم اگه که بیایم به صورت خیلی بیزنسی به یه چیزی به یه آرزو نگاه بکنیم گفتش که الان اکثر آدما و نظام سرمایه داری و جامعه دارن به ما میگن که شما بیاید یه سری آرزو داشته باشین مثل مثلا ش... مثلا کار کردن توی شرکت خیلی خوبه مثلا اسم و رسم دار میگفتش که یه سری آرزوهای اورج رو به ما میگن مثلا آرزویی که مثلا فرزاد داره که بریم یه دونه خون مثلا کشور شهر بسازیم یا هر چیزی میگفتش که اینا اصلا خیلی مسخره است و اینا رو به صورت مسخره بهش نگاه میکنن میگفتش که برای همین آرزوهایی که خیلی اورجن حالا و همه دارن خیلی رقابت توش زیاده و وقتی که رقابت توش زیاد میشه آدما میان از این رقابت پول در میارن و میگوشه که اگه تو مثلا بخوای بری جهانگردی انجام بدی یه راهیه که مردم بخوان ازت پول در بیارن و خیلی سختتر میشه ولی خب اگه مثلا بخوای واقعا بری با اوباما بسکتبال بازی بکنی چند درصد آدمای همچین آرزویی هستن توی ذهن خودشون هست برای همین رقابت توش خیلی کمتره برای همین شاید شما راحت بتونید از یه طرف دیگه بش برسید برای همین میگفتش که از این نترسید شجاع باشید و از این نترسید که آرزوی خیلی عجیبی داشته باشین مثلا من مطمئنم شاید نتونم با مهران مدیری مصاحبه بکنم چون خودش که مثلا دیگه سلطان مصاحبه است الان ولی خب این تو ذهنم هست میدونم که شاید توی حال کسایی که دوستم مصاحبه بکنم مهران مدیری همیشه جز اولاست ولی خب این یه آرزوی خیلی بزرگیه و چیز آخریم هم که میگفت این بود که میگفت به بقیه کمک بکنید برای رسیدن به آرزوهاشون میگفتش اگر شما جزء اون افراد هستین که حالا یه کانکشنی دارید مثلا چون اگه شما فرهاد اگه اوباما رو میشناسین مثلا که میخواد باش بسکتبال بازی بکنه از این بهش کمک بکن یه خاطره تعریف میکرد میگفتش که ما یه جا رفته بودیم لباس شوالیه و اینا پوشیده بودیم برای اینکه مثلا یه کمپینی میخواستیم را بندازیم و دیدم که یه سری بچه هستن که مثلا اونجا دارن رد میشن با یه شمشیر پلاستیکی و من شروع کردم اینا رو شوالیه کردن می دیگه یه دونه شمشیر یه دونه میزن روی میزن روش آره و من گفت من اینا رو نایتشون میکردم شوالیهشون میکردم و من گفت بعد از مثلا یه روب دیدم یه لشکر از بچه وایسادن که اینا نایت بشن من همی گفت همینطوری مثلا یه نفر رو من دیدم این اومد شمشیر پلاستیکی داشت من اینو نایت کردم دیگه آدما جمع شدن خوب. و من گفتش که یکی از آرزوهای من این بود که صفحه اول روزنامه هم چاپ بشه گفت به خاطر اون صفی از بچه‌ای که در واقع اونجا وایستاده بودن از من عکس گرفتن و من شدم صفحه اول روزنامه و می گفتش که این حالا ما به بقیه کمک میکنیم به خاطر اینکه به خودمون احساس بهتری میده ولی میگفتش که شاید شما به بقیه که کمک میکنید یه راهی باز بشه برای اینکه به آرزوی خودتون برسید آره و می گفت برمیگردم به همون که می با بقیه در واقع آرزوتون رو به اشتراک بذارید میگفتش که اگر که بقیه هم بدونن شاید بتونن بهتون کمک بکنن فرهاد این... که میاد دوم هم و آرزی من کمک میکنه پس سردم هم لا جنگل ولش آره آره خلاصه این شیشتا به قول معروف گامی بود که این آقای بن نمتن گفته بودش که باید انجام بدیم برای اینکه بتونید به آرزوهاتون برسید و خب حالا میگم توی ایران شاید اصلا یه همچین کانسپتی وجود نداشته باشه یعنی ما خیلی کمتر به این جور چیزا فکر میکنیم و به اینکه حالا آرزویی داشته باشیم باکت لیستی داشته باشیم برای کاری که بخوایم تا آخر عمرمون در واقع قبل از اینکه عمرمون تمام بشه انجام بدیم ولی خب به نظر من آیدیای باحالیه دیگه همیشه یه راهی داری در همیشه یه هدفی داری توی ذهنت که بخوای یه سری کار رو انجام بدیم برای همین من دعوت میکنم از همه که بیان آرزوهاشون بنویسن داشتم به این فکر حالا به قول خارجی‌ها ها میگن I'm thinking out loud یعنی دارم الان خیلی بلند فکر میکنم اینه که داشتم فکر کردم این آرزوایی که شاید این 150 تا مسیجی که از صبح اومده چون خیلی دوست داشتن در این سوالی که برسیده بودم و یه لیستی بکنم ببینم کیا میتونم به کیا کمک بکنم آره همین اطلاع اون تو یه معلمه با انچه جامپینگ هست میتونه اونایی که میخوانو ببره یه دنسکای آره. هست دقیقا و اگر که حالا ما بتونیم یه, یه استادی هست اون یکی میتونه بیاد زیرش کنه یه سالسا دنسر هست آره و اگر آره. که ما بتونیم حالا از همین کامیونیتی کوچیک خود که است چند نفر به آرزوهاشون برسونیم کار خودمون انجام دادیم وای <تصفح> بابا چی کار کردی و من با این جمله آخر چه پایانی من اپیزودم بود. تمام شده فرض اگه چیزی داری بگو 45 دقیقه است داریم میکنیم اصلا باورم همینو نمیخواستی از اول جالبه یعنی قبلا اپیزودای ما سعی کردیم نه به خاطر اینکه مثلا کنار همین خوشم هم نمیاد ازت مثلا چه بود چرا این نه من گفتم ما قدیم طول هفته زیاد حرف میزدیم آخر هفته انرژی نداشتیم الان دیگه آره. تمام رود درازیمون مال الانه گل میفته جالب بود چون روی اینستاگرام هم یه کامنت گرفته بودیم گفته بودن که میشه اپیزود بعدیتون یه چیز فانتزی تر باشه حس میکنم خیلی تو این دنیای خوش فرو رفتیم هممون پس این اپیزود آه. و اپیزود قبلی باحال بود آره آره من اینم بود. شنیده بودم حالا ما سعی کردم یه اپیزودی در واقع موضوعاتی انتخاب بکنیم که شاید یه ذره فانتر و جالبتره برای کسایی که تو خونه نشستن تا اینکه در مورد کرونا و بدبختی و بیچاری بکنیم در مورد کامنت گفت. ها اکثرش رو اپیزود قبلا اپیزود قبلی گفتم ولی یه چیزی که به صورت سیستماتیک دیده میشه امت اینه امت که یه سری دوست دارن که کارون میکروفون دستش گرفته یه سری دوست ندارن رو اعصابشونه و این یه سری کارون شورت پاش نباشه با شلوار بشینه فاصله بین شلوار و خب دیگه کدوم ور سنگینی میکنه؟ میکرو... با میکرو... میکروفون به دست یا میکروفون فکر کنم واقعا پنجا من, خودم... پنجا. من خودم <تصفح> نظر بود که میکروفون دستت نباشه ولی خب برحال دیگه این آزادی, آزادی رو به شما میدیم که هرکاری هر کاری دوست داری بکن بله حالا با میکروفون به دست بیش حالا این جالبی که میخوام بگم خیلی جالبه به خاطر اپیزودی که ایمان رفت همش در مورد کارهایی بود که آدم میخواد تا قبل مرگش انجام بده تو این دنیا و این خبر یا این حالا جالب در مورد کارهاییه که شما میخوای پلن بکنی برای اینکه بعد اینکه از این دنیا رفتی و مردی با. و داستان از این قرار بوده که یه شخص به نام آقای تدی یه روز تلفن زنگ میخوره و میگن که آقا مادر بزرگت فوت کرد و خب میره توی مثلا سرای سالمندانی جایی بوده مامان بزرگه میره اونجا خیلی شک واقعا شک بوده چون فقط مامان بزرگیشو داشته تو این دنیا با. بعد چون واقعا نمیدونسته چه جوری با این احساساتش دست و پنجه نرم کنه میره رو گوگل مینویسه که چجوری جنین را <تصفح> <تصفح> مینویسه وقتی که یه عزیزی از دست میدی چیکار باید بکنی یعنی در این حد آماده نبوده مثلا که چجوری هندلش کنه بس. در هر حال اینطوری قضیه استارتاپ آقای ادی شروع میشه و تدیب. بعد اینکه حالا داستان ما بزرگ رو جمع میکنن و اینا میره به دوستش که حالا کوفاندرش هم هست میگه که ما باید یه کاری در مورد مرگ انجام بدیم و من توی تجربه که با مام بزرگم داشتم فهمیدم که چقدر از لحاظ روحی و اینا حالا اون دانش رو ندارم آمادگیش رو ندارم که دیل کنم با مرگ یه عزیز و از سمت دیگه اگه تنها کسی باشی که اون شخصی که فوت کرده داشته تو دنیا چجوری با کارهای نمیدونم مالی و کارهای قانونی و اینا اونا رو چیکار بکنی بعد خلاصه میانی وبسایت یا پلتفرمی درست میکنن که یوزرا بیان حالا ثبت نام کنن و تمام دیتیل هایی که از لحظه ای که حالا فوت میکنن و اونجا بگن حالا میتونه وسیعت نامشون باشه میتونه طرز اینکه مثلا چه جوری بدنشون حالا خاک بشه یا هر اتفاقی که دوست دارن براش بیفته انواع مختلف بیمه های لایف اینشورنس بیمه های زندگی اونجا آفر میشه بیمه عمر چی؟ بیمه عمر بیمه عمر بعد اه اه آره دیگه خلاصه اینا میان از مرگ مادر میاد پول در آره برای برا من جالب باید. بود و یه چیزی جالبی که توی این تو دیتا های اینا هست اینه که مثلا چهل درصد یوزرای اینا افراد زیر سی و پنج سالن حالا چند نفر که ساینتیست بودن این دیتا های اینا رو آنالیز کرده بودن این بود که مثلا چقدر افرادی که الان جوان ترن و اینا اصلا کلا کانسپت مرگ براشون دیگه تابو نیست و خیلی راحت میرن روی این روی این وبسایت یا وبسایت های مثل این آپشن های مختلف مثل اهدای اه عضو و همه اینا رو بررسی میکنن و دارن حتی مثلا آپشن های زیادی داره برای اینکه پسورد های چیزای مثلا وبسایت ای ایمیل مختلف. اینا اینا رو چه جوری یه جا سیو کنن که بعدا به کی بدن و اینا همش هست و چیز جالب برای من من میتونم بگم دوست دارم چه اتفاقی بیفته بعد مرگم بفرمایید ما تو رو میسوزونیم این که بدون نه نه اگه میشه نسوزونید من رو دوست دارم یه جا خاک کنید خب بله. درخت انگور بکاریم بالا سر حتما آقا قرار بود اپیزود سنگین ج... نشه <تصحنت> <تصحنت> نه نه اصلا سنگین نیست خیلی سبا مثل سبا کی بگو من رو یه جور خاک کنید بعد که یه جوری باشه که بدن من با خاک در تماس باشه که کود مناسبی رو به وجود بیاره و از بدن من یه گلی رشد کنه یه گل زیبایی و بعدها که این گل رو یه زیبا روی بیاد بچینه اونجا تمام خواسته های من برآورده شده برآورده شده اینو یادتون تو گل در, در نیاد هم میتونیم این کارو بکنیم دیگه در بیاری دیگه گلی در بیاری و مطمئن که یه زیبا ما تو دشت روی دست لوت این کار انجام میدی یه زیبا روی بیاد گل رو بچینه این نکته آخرش اصلا اش مهم اگه به شانس تو ای که این یتخری میاد اونجا پای گل میشاشه راستا اتفاقا <applause> یه خبری خوندم سلبریتی ها <applause> که خیلی اینستاگرام یا حالا بقیه پلتفرمشون خیلی معروف و فالوور دارن شروع کردن یعنی یه چیز قانونی شده که هندل های حالا این فضای مجازی م... مجازی مجازیشون رو. رو میذارن توی وسیعت نامه ها با پسورد و اینا ها که بدن به خانواده و اینا همچنان پول رو در بیارن و اینم جالب بود که این یعنی الان یه چیزه الان این یه سگوی خیلی خوبه به جالب هفته من بفرمایید میخواین نماد اتفاقایی که داره توی اینستاگرام میفته صحبت بکنیم تو ایران به نظر بده فرهاد صحبت کنه فرهاد چی داره میشه واقعا چون خودش میتونه همین الان یه از این لایوا رو اجرا کنه تو ایران از لباسی که پوشیده ایران نیست البته بابا یعنی در فرهنگ ایرانی در نه یه ذره بگو چی داری می کدوم لایو میگی ببین تمام این لایو الان خیلی مود شده چند تا از این اه, کسایی که توی اینستاگرام محبوب هستن اه, یا فالوور زیادی دارن شاید محبوب نباشن فقط فالوور زیادی آه. دارن اه, دخترهای مختلف مختلفو میارن و این دوستان میرخصن با لباس خیلی مینیمال و خیلی کم اه, و من نمیدونم چرا و مثلا ای اپیزود ها میگم ای اپیزود ها. این اپیزودا میگم این اپیزودا این لایو ها بالا مثلا دیویس هزار نفر میبینن اینا رو آره. که رکورد اینستاگرام ایرانیا ایرانی ها میدارن میزنن و خانم ندایاسی زدن شیست هزار نفر توی لایوشون بودن خیلیه نیم میلیون نفر بیشتر آقای تطلو و خانوم ندایی با هم دیگه داشتن خب. من, مجبور ف... من اون بیرنده بودم من نبودم متاسفانه من, بعدش دیدم که ببینم مثلا این هایپی که از وجود داره برای چیه ولی خب مثل اینکه دریک 413 هزار نفر بوده کریستین رونالدو 437 هزار نفر بوده آقای تتلو و خانم ندایاسی این رکورد رو زدن و خب برای من جالبه دیگه که یه هو یه چیزی مد میشه و مثلا از یه نفر مد شد الان دیگه همه دیگه عره و رو شمسی کوره همه میخوان دختر بیارن فقط کم ما مثلا فردا تا... لایت تا... بذاریم بگیم که میخوایم مهمان داریم میخوام بیان تلنداشون رو نشون بدن چند تا بچه داره خیلی این لایو هایی که الان این, این سه چهار نفر دارن میذارن خب دوتاشون که اختصاصا اون پایین دارن سایت های شرط بندی و اون مکافات خودشون رو تبلیغ میکنن که اون خودش بحث خیلی عمیقی داره بله. این سایت های شرط بندی این تطلو هم که خب دیگه رو روال همیشگیش از کارهای غیر نور میکنه و و خب حالا حرفهای آنچنان جالبی هم زده نمیشه یعنی من حالا خیلی هم سعی کردم که اوکی باشم و اینو ولی واقعا بعضی جا خط قرمزارو رو خیلی عجیب غیر رد میکنه و هیچ جای بازگشتی نمیذاره ولی خب عجیبه که دیگه همین دیگه اینجور کانتنت ها خیلی چیز داره جذبه داره و همه به خاطر اینکه خیلی مثلا جنسی صحبت ها به نظر خاطر که خیلی مثلا نه مثلا كوریت... تطلو حالا اون موقع اولش شیرد. اولش نه <applause> ولی آره اتفاق افتاد آره دیگه همه جالبه واسه ببینن که او مثلا داره طرف توی فضای عمومی اینو مطرح میکنه یعنی ما اگه جنسی بدیم چارسه هزار نفر اینجا میان میشینن گوش میدن بله همینطور <applause> عجیبه. ولی من من خودم جالب بود برام دیروز من زیاد لایوی نبودم حالا تا قبر قلم لایوی شدیم. <laughs> ولی لایوی شدم بعد دیدم که رنج هایی هم که توی یه روز دیدم خیلی جالب بود مثلا از صبح لایو مثلا یه سوارکار رو دیدم بعدش رفتم لایو یه سی ای او یا پرزیدنت یه کمپانی تو آمریکا رو دیدم بعد لایو یه روحانی رو دیدم تو ایران بر رفتم لایو دیپلو رو دیدم که دی اصلا یه حسن آدم سر میره دیگه اینم بیه با حالا فکرم دلیل اصلیش اینه که آدم همه تو خونن به قول من رو فوصلشون سر رفته الان دنبال یه چیز جنجالی میگردن دیگه قبلا که آدم ها مثلا خیلی بیرون میرفتن یه جنجال توی طول روز براشون به وجود میومد ولی الان دیگه نیست این فکر کنم جای اون جنجاله رو گرفته براشون دیگه در طول روز یه دیگه, دیگه چیز دیگه, دیگه ای حالا که... ما سعی کردیم این دو اپیزود زیاد کرونا <laughs> رو صحبت نکنیم و اینا ولی من میخوام صحبت کنم در مورد دو تا گروه هن که دارن روی دو تا اپلیکیشن کار میکنن که بتونن تا حدودی تشخیص بدن که شخص کرونا <laughs> داره یا نه رو حساب صدا و ایدهش هم اینطوری <applause> که تو بیا یه صدای جمله ای بگی یا یه سری حروف رو ضبط کنی بفرستی توی این پلتفرم و وقتی که آنالیز شد و اینها البته هنوز آماده نیست اینا بتونن <applause> به تو بگن مثلا چقدر شانس اینو داری که تستت مثبت باشه یا منفی باشه و الان تو مرحله اینن که دارن دیتا جمع میکنن و میفرستن به افراد مختلف اگه حالا تست تو آزمایشگاه داده باشن و مثبت و منفی باشه خب خیلی کمک میکنه که بتونن اون صدا یا اون سرفه اون دیتا رو جمع کنن و فکر میکنم همون هوش مصنوعی و ای و اینا دارن استفاده میکنن که یه سری مدل درست کنن ولی آخرش گفتن این ما نمیخوایم این جایگزین تستای اصلی حالا خون و نمیدونم اسکن ریو و اینا باشه ولی این هم جالب برای من که دارن رو این کار میکنن خیلی خوب ببندیم تموم بفرمایید هفته ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید سابسکرایب بکنید توی یوتیوب و اگر که میخواید با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما یه پروفایل داریم توی تلگرام برای ما که از تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ خدافظ